الان تو جامعه خودمون، یا سکس مردم در ازدواج طبیعی و مشروع رقم میخوره که پس بعد سن ازدواج بیاد پایین، چون بلوغ افراد خیلی جدی شده و نیاز جنسی. شما میاید نظام دانشگاهی رو ارتقا میدید، کلاس ها رو زیاد میکنید، در جامعه سن ازدواج میره بالا چون افراد بعد برن دانشگاه، بعد برن سرویس، بعد برن کار کنن. از این طرف نیاز جنسی هم میاد بالا. این دوتا تأمین نمیشه، تعادل نداره. تعادل که نداره، ازدواج طبیعی هم رقم نمیخوره. پس خود به خود شرایط برای فضای آنچه که ما بهش میگیم روابط آزاد و غیر مشروع فراهم میشه. میگه این کسی که میاد اینو سامان میده خود حکومت و قدرته، بعد میاد اینو تئوریزه میکنه، تحلیل میکنه. و حالا ما میخوام روش شیوه سنتی زاد و ولد و خانواده و سکس تاکید کنیم. مثلا اگر در اسلام مفهومی داشتیم به نام متعه یا صیغه، اون برای شرایط اضطرار اینجوری بوده که افراد نمیتونن ازدواج کنن. اما الان اونو بلافاصله برچسب میزنن روش که اولا این همون فحشای اسلامیه، بعد یه انگ دیگه روش میزنن که گروهی که خودشون زن دارن، نه اونایی که نیاز دارن، اونا که هرس و ولع دارن میرن دنبال این قضیه. پس با این دوتا انگ اینو از میدون به در میکنن، اما یه میدون و فضایی به وجود میاد که روابط آزاد نادیده گرفته بشه دیگه، هر رابطه‌ای بود تو جامعه. بعد وقت سیستم از این ور میاد با گشت ارشاد، میخواد چیکار کنه این رو؟ میخواد این شکلی که از روابط آزاد پیش اومده رو با برخورد فیزیکی خنثا کنه. خب شما دارید 5 تا 6 تا پیام متناقض تو جامعه میفرستید. اولا سن ازدواج بردید بالا، ثانیا مدرک گرایی رو تشویق کردید، ثالثا با وجودی که قدرت عظیم 10 تا 12 میلیون نفری مثل بسیج دارید، رو سربازی دارید سهم میذارید به زور. ثالثا شما میدونید که امکان این که این افراد در سنین پایین ازدواج کنن وجود داره، میاد تبلیغ میکنید که مباید این اتفاق بیفته و نمیدونم ازدواج در سنین پایین این است، در سنین بالا آن است. تمام این عوامل شما میارید از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره وارد میکنید، از اون برم میگید این افراد روابط جنسی نداشته باشن. خب این پیام ها متناقضه. بعد اگر روابط به این سمت هم رفت، میره تو خیابون باش برخورد میکنید. وقتی که این اتفاقا میفته، پیامی که تو از قدرت متصاعد میشه پیام متناقضه. هر چهار کاندیدا میان توی صحنه میگن با ما مربوط نیست. پس به کی مربوطه اینجا؟ خب میشه کی بود کی بود، من نبودم. هیچ کس هم هیچ برنامه‌ای براش نداره. هر کیم میاد کار دست میگیره، سهه میذاره روی این که باید اون روند جلوگیری از ازدواج گسترده و ازدواج آسان و آسان رو تبلیغ کنه. اصرار دارن همه برای این که تبلیغ کنن ادامه تحصیل رو، اصرار دارن که خب الان که از مصیبت و بدبختی همون اینه که بخش عمده ای از دانشجوی ما دخترن و اینها امکان ازدواج ندارن، همینجوری درس میخونن میان بالا. مشکلات روحی روانی که داره تو جامعه ایجاد میکنه، این رو کسی متوجه نیست. فقط همه دنبال اینن که تو این آمار ارقامه اول باشن، بگن آقا ما بودیم که این کارو کردیم. بعد از اون طرف تبعات این که شکل میگیره و بروز پیدا میکنه، از این بر میان میزنن تو سرش. الان مثلا شما ببینید معماری امروز جامعهمون و سکس نسبتش چجوری تعریف میشه. تو خیابون برید به جرم بدحجابی میگیرتون نیروی انتظامی، به شما یه خونه 60 متری سوئیت میدن در نهایت تو مسکن مهر و کلی وام و چه و چه که بدید و پرداخت کنید. یه سوئیت 60 متری که آشپزخونهش اوپنه، یه سالن کوچیک داره، مهمون که بیاد خونتون جا نداره بخواد. پدر مادر و بچه هم که حریم خاصی ندارن. پس برای بچه ها اصلا فضای سکس برای پدر مادر محدود. بچه هم که خلوتی ندارن برای خودشون، پسر و دختر مثلا اتاق جدا مجزا با فاصله، سالن هم هست تا در چیزی رو باز میکنی همه همدیگر رو میبینن. پنجره ها هم که دوجداره و چه میخوام انرژی رو مصرف کنیم. اصلا ما مفهومی تو اسلام به نام برکت نداریم در مورد انرژی و سوخت و آفتاب و نفت و چه و چه. فقط مراقب باشیم از اعتقاد و ایمان و حیا و شرف و عفت و غیرت خروار خروار بدیم بره، ولی از انرژی و بنزین و نفت و گاز و اینها میلیمتر به میلیمتر نگهبانی کنیم و نگهداری کنیم. شیشه های قدی میزنن که یک نیم ساعت بیشتر دم غروب از میزان نوری که بیرون وجود داره استفاده کنیم، مردم دیرون به اصطلاح کمتر برق روشن کنن. خب داخل خونه که بی حجاب، پنجره هم که اینجوری زدید که نسبت به بلوک روبرویی
کلی پرده رو بزنن کنار، عمق خونه دید داره، اونم بی‌حجاب. وقتی معماری داخل خونه بین افراد خونه بی‌حجابی وجود داره و بی‌حیایی و برداشته شدن حریم‌ها، و نسبت به فضای بیرون معماریتون معماری بی‌حجابی است، اینقدر که سیستم انرژی حکومت در بحث برق و نفت و گاز و اینها اصرار داره معماری رو بی‌حجاب کنه، با حجاب ها فشار آوردن، با اونا که حجاب رو میخوان، عفت و دین و اعتقاد رو میخوان، در مقابل وزارت نیرو و وزارت نفت و گاز و چه و چه، آیا دیندارا اینقدر فشار آوردن که آقا پنجره رو کوتاه کنید، خدا اگه حیا داشتید، عفت داشتید، غیرت داشتید، خدا برکت میده به اون نفت و گازتون. این حرف رو بزنی علمی نیست. شما ببینید رسانه ملی شما دارید صبح تا شب بمباران میشید که آقا گاز رو اینجوری مصرف کنید، برق اینجوری مصرف کنید. حالا حسن خطرناک دست نزن حسن، جفتشون رفتن کمک پدرشون، دارن شیشه دوجه داره میذارن، بربریار هم دستش گرفته، آقای مهندس و بابا تو دیگه کی هستی، اینم که از راه اومده و حل شده قضیه دیگه. در این قضیه که یه کسی بشینی انیمیشن اینجوری درست کنه، مردم داخل خونتون رو با حیا درست کنید، بیرون خونتون رو با حیا درست کنید، چارچوب رقم بزنید. یعنی عملاً وقتی داخل خونه بی حجابه، بیرون خونه هم بی حجابه، فضای بیرونی تو معماری، آقا شما چه انتظاری دارید به عنوان حکومت این دختره و خانومه بره بیرون حجاب رعایت کنه؟ یک بار میاد دم پنجره چادر میندازه رو دوشش، دوار دوم میاد لب بالکن لباسا رو جمع کنه، روسریشو میکشه رو سر، بار سوم فکر کنه کسی نمیبینه، یه لحظه بیاد بره، بار پنجم، بار دهم آزاد میشه براش. وقتی داخل خونه معماری بی حجابه، بیرون خونه معماری فضاش فضای نفی حجابه، بعد شما با زور پلیس میخوای بیای حجاب رو حل کنی، بعد به چهار تا آدم سنتی مدیر تو کشور بگی، میگه شما نمیفهمید بحث روایات و احادیث رو. آقا شما سیستم رو نمیفهمی، سیستم وجود ارتباط معنادار بین اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه میکنه. حجاب میخوای از جامعه به ده ها عامل از جمله معماری برمیگرده، به ده ها عامل از جمله به شکم مردم و ربایی که داری میریزی تو شکم مردم برمیگرده. حجاب رو میخوای در سیستم که ارتباط معنادار بین اجزا در یک کله که در نسبت با محیط خدمات ارائه میکنن، خدمات ارائه شده رو میخوای بگیری. حجاب با حجاب بودن، با عفت بودن، با غیرت بودن، یک عاملش اینه که ربا رو حذف کنی، عامل دیگه‌ش اینه که معماری رو اصلاح کنی و و و و همه 7-8 کاری که انجام دادی، بعد اگه کسی آمد تو خیابون تجربه حاصل کرد، بیا با پلیس بزن تو سرش. اینا فکر میکنن الا و لابد همه سیستم رو دینی و مناسب و منطقی و مطلوب بار آوردن، فقط همین یه قلمش مونده. خب هیچی، نیروی انتظامی بنده خدا رو میندازی جلو، اون بده پسر بده سیستم میشه بد بوی، گود بوی پسر خوبه میشه کی؟ اونی که میخواد بشه کاندید ریاست جمهوری، که اگر آمد تنها کاری که میکنه مسکن درست میکنه، با آشپزخونه اوپن. سیستم انرژی اینجوری، اون اینجوری. آقا دوست عزیز، اگر مسلمانی، اگر قائل به اعتقادات دینی هستی، قید برکت میاره این قرآن. شما دین رو رعایت کن، ایمان داشته باش، تقوا داشته باش، به حد اقلهای منابع مادی جامعت برکت میده. اینقدر نگران این نباش که انرژی چی میشه، دین رو پیاده کنی اسراف خود به خود زدوده میشه. بحث این نیست که اسراف کنید، ولی شما اگر پنجره رو کوتاه درست میکنی، اگه پنجره رو محدود درست میکنی که نور بیشتر نیاد، اگه این کار رو میکنی اون کار رو میکنی، شما میخوای هزینه ایست که داری میدی بابت این که حیا حفظ بشه، ایمان حفظ بشه، عزت و شرف و غیرت حفظ بشه، به تبع این کاری که میکنی برکت میده به اون منابعت. چرا اینجوری فکر نمیکنید؟ فقط میاد میگه آقا اگه ما شدیم کاندیدا و رأی آوردیم، حتما مطمئن باشید که گشت ارشاد جمع میکنی. خب گشت ارشاد جمع میکنی چه کار میکنی به جاش که مشکل مردم حل بشه؟ اینا نکاتی است که توجه نیاز داره، چه بسا به قول فوکو نیاز به گفتمانسازی داره و بهش پرداخته میشه. مبادا سطح این مواجهه رو سخیف کنیم و فکر کنیم با برخورد فیزیکی میشه حل کرد. مبادا نیروی مظلوم پلیس رو بذاریم وسط صحنه، بگیم آقا تو مسئول تحقق اخلاق جامعه ای، ما آدم های فرهنگی هم راست راست ما میریم ادا روشنفکرا رو در میاریم که مبادا چیزی گفته باشیم که فردا مثلا زیر سوال بریم. نه، اینجا کار اخلاقی، کار فرهنگی، کار اعتقادی و کار
در واقع نرم افزاری اولا و مقدمه بر برخوردهای بیرونی است. امیدوارم که امروز که در آستانه رسیدن به ماه مبارک رمضان و ماه ضیافت الهی هستیم، در فضای ضیافت الهی خدا از سرچشمه خالص و ناب معرفت خودش دروازه های حکمت رو به سمت قلب ما روانه کنه و ما رو از اون چشمه ناب و خالص و اصیل سیراب کنه تا چشم فؤاد ما باز بشه و بتونیم حقیقت رو رؤیت کنیم و در فرایند رؤیت حقیقت یک جامعه متعالی رو رقم بزنیم. ان شاء الله و سلام.